إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برای نمونه چند مصدر بازند را نقل بازند را نقل میکنیم. جبونا نشاندارا چند مصدر پازند. از اونا پازند چیه؟ زند مگونه پازند شرح زنده. ها اوه که یعنی دو وقتا پازنده دا استعمال کرنه. اوه امین اقل کن بلی از اونا. ولی از اونا آفیا جی یازی که تشکیه لیمزان یازی. یازی شو لکاوی اشید کر کنس پاتن سپردن. ها ها یعنی او برای من کچوبو او که آبا بیازی خوندیه آنا بیازی زانه بخوینه. نبي رضي فارسية كرنة يعني أكثر كرنة أو أجياز جياز جاوي بلي كان دي فارسية كرنة كرنة مثلا أجا برا برا دقش بيا دقش بيا كتير سورة عربي مثلا إيراني أم بيجن الفابع عربي قلنا مشتك فقط شكل خطي وان مساو شو بشكي باريكي وساو أوكي يعني عيني وكا أوسماني جامعة أوسماني جامعة دي وكشوا من هركس نزل أوسماني جامعة يعني باري دقش بيه يعني دايش خلي تكا دايش ما ورامش عيني وسباردن بري وسباردن بيه إيجابية سوبردن 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 وزودن افزودن 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 انباشتن بیه گرد آوردن گرد آوردن فتلاندن از اونا نه یعنی توپ کردن یعنی جمع کردن بله از اردن یعنی از اردن دمانه یعنی ترکیب می انجیتمک علی آزاردن اشاندن یعنی آزارلاما کردن آزارلاما بله آگندن پرگردن من تشکرم یعنی دوگرما بله اصل تن است اصل تن کاچیه اصل یعنی تن است اصل تنه یعنی اصل مصدر تنه از آنچه گذشته این نتیجه به دست می آید که پسوند مصدر در زبان فارسی نه تنها نیست که به آخر فعل ماضی افزوده شده باشد بلکه اصل آن تن است امید بله است که ماده آن در فارسی باستان تان بوده و در حالت برای داتیف همیشه به صورت تانعی به کار رفته است بله بلکه ابتنکو در ماده آن مادوی در فارسی قدیم دا تان بیه او در حالت برای داتیف حالت مفعولی دا همیشه به صورت تنهایی بکار رفته است در حالت مفعولی دا استعمال که از اونا یعنی به حالت مفعولی دا به شکل تنهایی تی استعمال که شکل تنهایی تی استعمال بله اوه از این پسوندی در دوره های بعد بر اثر تحولی که در وقت های زبان فارسی رخ داده از این پسوندی یعنی جوی لاحقی در دوره های بعد پشتی ابدونه باستانیوان دونه بعد بر اثر تحولی
يعني بغوارتنا كل وقت تقو كل فتلية كل دقش بيا أو زمان كي در وقت هاي زمان لبان قالب زمان لا وقت يعني دنگ دنگ سلط دنگ هاي لبان وقت هاي زمان فارسي رخ داده شتي أسألة تحول كي دمن دنگ دانا زمان فارسي دا يعني ظهر بيا قهرية قهرية رخ داده جزء صرفي آئيا ساقط شد مثلا آئيا اف اي يعني اذن اي بتكشن هو ابي از بيت ساقط بيه ازونا لجوري تانا اي بو يا تانا اي تانا اي ايش اي يا جيش بارا بكتيه ما يكفي ايش بارا تانا اي ابي ساقط بيه او كتيه ما يكفي تان يعني تان تن او تاني ماي او تاني ماي ساقط شده وهمان ماده كلمه بجا مانده مانده يعني او صوت او صوت اي او يا ساقط بيه دنجي هاني او اذن تان يعني كتادي باللاتيني تان دبجن اما بعربي بفارسي تان تيخان تيخان دن او يا جيرا ماي اينس ملي كسان ت ماضي غير از ت مصدري يعني ت ماضي يعني ت ماضي غير از ت مصدري ت ماضي نتا مصدري يعني ت مصدري ايديا ت مصدري بلي بلي نونيتي و ت ماضي اجا باشيه فعلي واتي نالي كساني كي پسوند مصدر را فقط ن پنداش ت اند اغلب نويش تا اند کی با حذف نون از مصدر صيغه مفرد غائب از فعل ماضي حاصل مشفت و از انقرار صامت تا را در مصدر و ماضي یک دانسته اند کسانی کی پسوند مصدر را فقط نه پنداشته اند او کسی که لاحق مصدر ساده نون تنه پنداشتند یعنی قبول دکن یعنی اوسا گمان دکن زن دکن زن دکن اغلب نویشن نویشتن اغلب نویشتن اغلب ایمان نبساندنه نبساندنه با حذف نون از مصدر نونیش حذف کنن نونیش بحذف کنن نونیش مصدره صيغه مفرد غائب از فعل ماضي حاصل مشهور دوتي بعد الحذف انا دوي تخمين دانا دوي دانا دوي تخمين دانا كو بحذف كرنا نوني طب دوي دلا بندرشتن بندرشتن بمعنى الظن والتخمين فقط دوي دلا بيج معنى اعتقاد دوي اعتقاد دانا كو بحذف كرنا نوني صيغه مفرد غائب فعل ماضي حاصل دبه حاصل دبه واز ان قرار صامت ت را در مصدر و ماضي يك دانسته انت و اس ان جنرال اذا جبي بوني او تي صامت يعني تي بيدن المصدر و ماضي دا يكي دانسته يعني يك يك قلتنا يك قلتنا يك ملي يعني او تي ام تي مصدري ام ماضي و كي بيش يعني كنوني اويتنا او تي ماضي گفتن گفتن نونی هم نید به گفت گفت شو فعل ماضیه طبی ایجا هنگاش گفتیه نا او تن علامت مصدریه تیا اوکی آیدیه تیا مصدریه تیا آیدیه و تیا ماضی آیدیه بله این نکته نیست درست نیست ام نکته نرا ام نکته جی نراسته صامت تا یاده تا یاده در ماضي مطلق جزء تصريفي ديگري است يعني گفت يا خود كرد بداله يعني كرد كردن كرد بجن در ماضي مطلق جزء تصريفي ديگري است جزء تصريفي كي دنه يعني او تيا او تيا ماضي او تيا او دال مريم كي نخست به اسم مفعول اختصاص داشته يعني اول خاصه مفعوله اسم مفعوله اسم مفعوله بيا وسباس در ماضي بكار رفته ده فايده ده ماضي بكارانينه بنابراین صيغه
ماضی مطلق در فارسی امروز مرکب از سه جزء است. لگوری بیا صیغه ماضی مطلق در فارسی ایرودان مرکب از سه پرچه است. ریشه فعل یعنی قالب فعل، ریشه یعنی قالب، نه 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 اصل کوکا فعل، کوکا فعل کوکا فعل یک اشخو مصدر مادوی اصلی یعنی اصلیه. و جزء صرفی صفت مفعولی کتیه و معین فعل است و معین فعل است، معین فعل است آلیکار فعلی هم بشه. آلیکار فعلی، آلیکار فعلی چیه زنم؟ یعنی جانا مثلا هم ببینیم سرخ کردن، مثال هم ببینیم مثلا سرخ کردن، سرخ کردن سرب، سرخ کرد مثلا سرب فعل ماضیه. یعنی ابیا که سرخ کردن، یعنی ابیا فعل مثلا بیشی سرخ تنی نابه، کردن تنی جنابه مجبور تهر دیاتینی به اول زلقین یک دبه آلیکار یکی و فعل شد بید راست اوش معینه فعلی. و از ترکیب دو جزء اول ماده فعل ماضی حاصل می شود. یا جی دبه که اوهابه یعنی گوه که معینه معین به یعنی معیم به و چقدر جانه کن مثلا بجن دمیر ممیر و آش پارا پیوا کردم کردم مثلا دمیر ممیر و آش پارا بزلقت و چقدر ام بجن اوی ام کردم گفتم یا گفتیم او یه میم وانا وانا دلالت صرف یعنی تعیین فعلی بکن که فعل هانه مفرد مذکر غائبه یا خود ام بجن متکلمه یا خود جمع مخاطبه دبت بوستا بجی یعنی او چاقه او ریش ریشه فعل نابنیه؟ نه ریشه فعل مثلا کوکا فعله کردن مثلا کردن او یا کوکا فعله اما مثلا کردن من کر کردید و کر کردید او اید هانه و ام هانه وانا تعیین کن بشه معین فعله مبقینن مبجن وانا تعیین کن چه فعله یعنی فعله تكلم واحدة وياه يقول فعلا كرديم أما فعلا مع الغيرة يقول كرديد وكريا يعني فعلا مخاطبة أو أنا في فعلة تعينك يعني مالي بتشغي معيني فعلا ما يبقى مالي مالي بلكي يعني صدها خش تربة مالي خش. ومثلا كلمة كردم عبارة از أجزاء سي غانة كر كوابيا ريشة كر وده ده جي شنا تايدا شنا تايدا جزء صافية جزء صافية بدل استا نتا و ام معين فعلي بمعنى بودن كر دل ام خش شي وزن ما اجا تبت شكل مني كر ريشة اجزاء فعلي كر ريشة ده جزء صافية و ام او جي جزء يعني من يعني كل تبيري تعين كل فعل من متكلم وحدوية طبعا شيبو چون در اینجا ساختمان فعل ماضي مورد بحث نیست چونکه دبردا قالب يعني ابيابي جوده فعلي صيغه فعل شكلنا صيغه فعل ماضي صيغه فعل ماضي تونيه منينه محط منينه ملي بهمين مختصر اكتفاء بكونين امي كفايه اصلا اكتفاءك ولا بر دريش كده وايد اكتفاءك لبامن بس مصدري يعني جالكسيز بالجيش ده ملي وفقط یاد آور می شویم یعنی امی بیجن بینه که اغلب کلماتی که در فارسی امروز مصدر یعنی مرکب یاد خاطرات مشت کن که اغلب کلماتی که در فارسی امروز مصدر مرکب خوانده می شوند یعنی به ترخیم تین خوندنه یعنی مصدر مرکب مانند گفت و ساخت و پرداخت و رسید بله و وجزئنها اوش غير مانا اوش غير مانا ظاهرا همين صفة مفعولي است تبت صفة مفعولي دهات نه يعني تبوان رات ينوصا اريا تبوان مفعولي و از مصدر
با حذف نون حاصل نشده. نشده. جمازدار ایکو امتی حذف بکن. یعنی اصلی بی انویجن کردن و منونی بریا حذف بیا کرد بیا هوا نینه یعنی. نینه. و اطلاق عنوان مصدر مرخم به این مرخم به این گونه کلمات درست نیست. بله. ایجا کو ام مصدر اما ساده بجن مصدر ام جوارا بجن یعنی مصدر مرخم لغان کلمه روسانینه یعنی وانا مادینه مادینه بله. ایجا تن پسوند مصدری تن در تحول زبان فارسی یه باستان پاردو عفوانی که بیتای بجن تن در بعضی موارد به دن مبدل شده او تن کتی بدل کلم به دنی او ایجا بحث هایی بکن پسوند مصدری تن در تحول زبان فارسی باستان به پهلوی به پهلوانیک پارسیک و پهلوانیک دیمه که رویه کنه کنه نه؟ در بعضی موارد به دن تبدیل شده است او یعنی تن بدنه تی گوهارتن برای بیان قاعده این تبدیل و موارد خاص آن از ذکر مقدمه کوتا گزیری نیست گزیری نیست برای بیان قاعده این تبدیل لگولی گوهارتن و قاعده و گوهارتن هانه و موارد خاص آن و قونی کو خاص بوانن از ذکر مقدمه کوتا ذکر کردن یعنی مقدمه که کن گزیری نیست یعنی نه عبارت جیویه چو یعنی نه گزیری نیست یعنی وکی تدیب و ترکی داد به فلان تشتا چن ماز یعنی نه قبول کردن گزیره من قبول کردن یعنی مجبور یعنی مجبورن یعنی وکی کن بیا تشتش کیجه مقدمه که ما کن چیب کن یعنی مجبوریه یعنی ضروریه که مقدمه کی بشو چکن یعنی مثلا ناگزیر یعنی مثلا یعنی وقتی کتب ناگفرانتش ناگزیره یعنی بی وی نابه یعنی مجبور مروی تشتیانه بکن یعنی او خلاصه برای بیان قاعده این تبدیل گوری گوارتنا وی اوکه نو سا وی گوارتنه اجبو بیان کردن قاعده و تبدیل تنه به دنه اینکی او تبدیل و اینکی جیه خصوصیه وی ابیان اجبو بیان ابیان جی ذکر مقدمه کی مجبور یعنی مجبور یعنی اینکی مقدمه کی چیکر و بحث هایی کن یعنی یعنی وکی بجا لابده من ذکر مقدمه يعني اوجبونا مسألة روني جرى ام قديمة كبيرة كبرى بيش قانون تجانس در صورتهاي گفتار قانون كوش جنسي هبن دادي مسألة حرف كوش جنسي هبن در عربي داشت يعني دو صورت گفتار در شكل خبردان دا يكي از قانونهاي تحول حروف در تكامل زبانها قانون تجانس است یکی از قانون‌های تحول حروف در تکامل زبان‌ها قانون تجانس است. قانون تجانس به خبر سانگی نو سانزونم. نه یعنی قانون تجانس مربوطه به کی مبتدا داشته بود. قانون تجانس یکی از قانون‌های تحول حروف در تکامل زبان‌ها است. تمام ایشا او کمه تو به خبر بله. او هابه داشته. قانون تجانس او یک ج وان قانون تحول حروف تکامل زمان داره بله این کلمه را ما به جای اصلاح فرانسوی انگلیسی اشغال به کار اسیمیلاسیون به کار میبریم اسیمیلاسیون به کار میبریم بله این کلمه کلمه که به جای اصطلاح يعني ده اصطلاح هنا اصطلاح فرنساوي هذا كنت بين اسيميلاسيون هذا شو ناوي ده ام كلام مش بكن يعني يعني بكلمه او غوريه
Yani asimilasyon leşi. Demir tarafı insan admin asimilasyona uğramış. Yani degiş bir yerci millet gibi bir millet gidini. Bir yerci kelime yerci şekil ki ketiye şekil gidini yani. Evet, asimilasyon. Hoşçakalın. Be mucibe in kanun der sureti guftar ki der sureti guftar ki mücavuri yekdiger ya der fasile en nezdik hem vaqa şodi meni be mucibe zorabi kanun der sureti guftar bu denge mesela gotini ki mücavuri yekdiger kelaka hevda ya der fasile nezdike hem vaka şude ya fasile ki kün nezi hevda vaka buben başen buben bazı az sifatı yek diğer kesb mi kunen yani henki juan en sifatı henek edina kesb kin yani ki jeb etkilenmiş ben sifatı hev digerim sifatı hem digerim ya be kulli ya be kulli yeksan mi şeven ya jib kulli dibin yek dibin vekiye denk ki vandı da sauta kuda nezi hemen جهاب اتكلمش تبن ياجي بالكلي دقهرن مالي ده تبن وكيب يكسان يكسان معنى يعني وكيب مثلا بيجن بيجن تيب با مثلا ازدادة استادة تيد با دالد با ازدادة اما ده عربي ده جبتا يعني عربي ده شبعين ده زماني ده يعني ده زماني ده صحيح مثلا دبي تيابابي يفتح على نظام اواد بقى ونظام شوابه تب فانشتان يعني اه يعني بيا تشتكي وسط طبيعية بيا اوكي بك ما بقى فترية تشتكي يعني تمام تمام الزمان هذا بصا يا راس عين بصا يعني خندنا فانشتا الفايدة وانش زمان الدن راجي هي مالي حرف هاي اوائي اوكي كي اوكي كي دبي او چیه دن آوره اوان این که نحویه دا گوتیم که در واز دوه این آوره ابو یوسف و کسایی دا چیه تشکیب سوا در بیجه دبیجه دبی کسایی ادعا که یوسف که دبی مرو علومه که تام اتقام بکن محکم بزن و دبی احتیاجی به علومه دن اتنه دبی ابو یوسف جرد بیجه مادو سر دبی پکی از تشکیش تا پرسن دبی پرسن دبی یکی سجده سو یعنی سو کردن آور میجه خدا و پاشه دبی سجده سوی ببه دوی سجده سوا خدا جی سوا کر جوی سجده لازمه نه لازمه وی کسایید به نه لازمه چما ادبه المساغر اولا یساغر دوی یعنی وی اوانا طبیق لطیفه نگوات نگوتن یعنی اما یعنی وکیت اوکی کی تشته کی اوکی کی یعنی خوشی کی ویجه هی یعنی خوش گوت یا بله یعنی اصابت کریه نه؟ بله نه بله حرف های آوائی و به آوا بله آوائی یعنی حرف یعنی حرف یعنی مساوات یعنی حرف دنگ به دنگ دیر و به دنگ یعنی او به دنگ یعنی حرف به دنگ و به دنگ از جمله صفت که موجب تمیز بعض از وکهای صامت از بعد دیگر است جوان جمله صفات کو از بعد دیگر است آن است بله از بعد دیگر است آن است که بله در تلفظ دسته ای از صامت ها تا تا ر آ و ها کی در تا ر تا ر تا ر آ و میشه تا ر آ و ها کی در حنجره قرار دارند ملرزه درمی آین آین و در تلفظ بعضی از صامتهای دیگر این تارها ساکن و بیلرزه است بیلرزه است بله یعنی تار 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 آوال معنی چی بود دقیقه دقیقه کی تامزه تار بنویسید بلکه آواش خوب پیدا داره نه تار آوا شو کلمه که مرکبه نه
کلمه تاره آوا کلمه کی مبرکه نه این کلمه را فرهنگستان به جای تناب صوتی انتخاب کرده یعنی تناب صوتی یعنی سس تیلی سس تیلی تار من گتار او کدومین یا گتار او صوت موت ملکی علی خوام به برای یا بله از با از اون عملی هرن از با دی دیگه مهم کی دنه بله آن از کی من از جمله صفاتی که موجب تمییز بعدی آ از واقعه یعنی جوان جمله وان صفت وکویه گرکلیه وقتاندنا هنگی دنگی وان از واقعه سامت یعنی او یعنی اوسا سسز حرفن و از بعد دیگر جهنگی دنه که از بعد دیگر است آن است کی اون که در تلفظ دسته ای از سامت ها تار آوا دسته ای از سامت های تار آوا تار آوا ها تار آوا ها کی یعنی سوات سستیلی ها کی کی در حنجره قرار دارن یعنی وان سستیلی کد قرکا انسان دا هنه بلرزه در می آین یعنی اوسا وان تیترشم دکن او در کتنا اوسا با او کی وان در سستیلی ها مثلا وان تیترشم دکن بلی تلفظ بعضی اسامت های دیگر دیگر همه که سامت دمیجی تلفظ آوان این تارها ساکن و بیلرزن اوان سستیلی ها اوسا ساکنن و بیلرزن یعنی تیترشم ناکن یعنی به یعنی ابیا در او که در زمان یعنی مثلا فیلولوژی دا بیجن در زمان شناسی دا مثلا دبین دنگ دنگ دبین تیترشما صوته تیترشما یعنی دوان تیلی کت قرکا انسان دانه یعنی مثلا گوا که انسان فازه خبر ده او هوا کی مثلا دیگه او یا خود دستینه او یا هوای الوان تیلات که وان تیلات تیترشم بکن مالی و خلوش و دنگ و صوت درد کرد درد کرد اجازه هنگ شما ارمینه اجازه هنگ مثلا وقت تیترشم دکن یعنی تیترشم هم بلدگینه اجازه هنگ تیترشم سپر ناکن و سوا ساکنه ساکنه مثلا دبه کم از اولان دبه در ترکیه داد بهنگ اونلی اونسوز نه او اونلی اونسوز او شو او آوایی و سامت نه بجن بدنگ و بدنگ اجازه او سامت جی این سامت جی مثلا نه یکن مثلا وقت بجی ات تی یعنی تی مثلا اد نال مثلا وانا ام ببیجن وکی از وکی اس وکی وانم نه مثلا او خوشی نالا خدا یعنی وها بروب بروبن ای حرف عربیشی از اولام تا دیه هنک جوان هنک حرف شو حینی شو حینی نه حروف حینی نه حرف رهوت نه مثلا هنک او شدت نه او شدت نه مثلا همسینه جهرینه مثلا تفشینه کوا اش مثلا تفشی کزما ملی تکرار تکرار اینا و کیار و مثلا تکرار اینا و نوانه و نه چشی چشی حروف هن بیاجی هنکی جوی بحثت ملی یاد آوری این نکته نیست شاید لازم باشه که مراد از حرف او مراد از حرف در اصطلاح منطقيان حرف صوت ملفوظ مستقل صوت ملفوظ مستقل است که صوت های دیگر گفتار مشخص باشد بله یاد آوری این نکته یعنی هاتلاتما و نقطه جی شاید لازم باشد که امبیشن گرکلیه مراد از حرف مراد جوی حرف یاد آوری این نکته یا جی برکی جی یاد آوری اما اونسا باشلق به یاد آوری یعنی حاطرلات ما امبیشن این نکته نیز شاید لازم باشد که مراد از حرف او نکته دبکو لازم بیند دبکو صابش دبکو صابشی مراد از حرف در اصلاح منطقيان مراد
حرفي يعني لازم باشد كي مراد اسحب در اصلاح منطقيه لاصلاح منطقيه ده يعني هر صوت ملفوظي سهد دنگ كي ملفوظ مستقل است ومستقله كي الصوت هاي ديگه جو صوت دني اي گفتار يعني اي خبردانه مشخص باشد يعني جوي جوان معين به وجوان ايري به ايري به بنابراین این آنچه در اصطلاح علمای سار و نحو و دستور نویسندان و دستور نویسان و دستور نویسان حرکت خوانده شد لگولی ویا در اصطلاح علمای صف و نحوه دا یا اوه که قاعده نفساندن او بکن دبین اوه دبین چه حرکت خوانده شده است جیرا دبین حرکت 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 جی او جی تیخونده حرکت جی تیخونده نه او جی تیخونده او جی خوانده شده است نیز جزء حروف شمار میاد او کلی جزء کش حروف مثلا من فتحه نیوه علیفه ای راسته من کسرا نیوه یا ای بله بله طبن نیوه موه ای راسته به شما می آید و پیشینیان پیشینیان ما نیز حرف را به همین معنا تعریف کرده اند و پیشینیان ما یعنی پیشین ما یعنی ما پیشین ام پیشین جی حرف را حرف را به همین معنا تعریف کرده یعنی حرفی به همین معنا تعریف کرده تعریف کرده یعنی بوتنه کو حرف جی تو گفتگو یعنی یا ام عبارت جد کسرایه و یا خود واو متولد جد ضمایه و سایر یا نه گفتن حرف او تشتی کمر و ساعت که مثلا جد سلطا و جد حرکا و فلان و بیوان اوانا جد او جد حرف او جد حرف ملی شنان که اصلا گوا تحرفه کی تلفظ کی او یا شو حرفه گوا کد حرکه کی تلفظ کی او نیوی حرفه شنان که ابو علی سینا فرموده است ابو علی سینا فرمود کریه که ويعني بالحرف ويعنى بالحرف كل ما يسمع بالصوت حتى الحركات قلت يا مقصود حرفي كل او تشتك ولا ساكن حتى حركجي ولا ساكن او جي حرف تي حصل او جي حرف لماك تشوبا مرفقها همي مصوتها يعني ويالس نيوش بصوت بيولس 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 صوت بدا بالرزي تار آواها يعني بلرزاندنا او تيل سسيه مره اوان تيل دنگ بوان تيل دنگا بلرزاندنا تيل دنگا امراهات اماني مصوتا او الى شو او تيل دنگا بوان دا دلرزن و بنابر این از دسته وقهای آوائی شمارده می شود اوانا قسم دبین وقهای آوائی جوان را مثلا وان صوت یعنی آوائی جوان را بیجن یعنی مثلا بیجن اوک ام بیجن وان حروف علیک ام جرد بیجن یعنی وان حروف مصوت ام بیجن اوانا جوان را دبين قسمي وقهاي اوائي يعني ناوي هون وصدرني ملي اما الصامتها ملي اما جي حروفي بيدنجي بعضي اوائي هستن انا كي اوائي هنا او جي مانن دي ب د ر ز ج ج و يعني وبعض الديگر مصوت اوائي لقرش يا من مصوت اوائي يعني مصوت نانا مصوت مصوت و اصلا غير مصوت القرشي هذا يعني اواي اجا اواي شوار يعني اما الصامت ها مثلا هنا كي جي يعني مصوت و صامت اصلا القرشي هذا ملي مصوت و صامت ملي اجا اواي اجا صامت اجا مثلا مصوت شو تب اواينه اما صامت هنا كي جوان اواينه هنا كي جوان ناواي يعني مصوت وصامت بك قرشها ماني ومصوت تربجة أواي أما صامت دبك هناك جوان أواي وهناك جوان لا أواي ماني
وقع ب دال ر زين و ج ج و مالي وبعض دي ري نوصا بي او بي او هنا كده نجيب بي او انا ايش بي او انا ما عندي ب ت س ش ك ف وغيره وغيره معنا مالي نظام القدس ايرو ليش كده بيا دریجش ام آل برابر سعی کرد چی نوبه؟ نه به تازی برا. آن رو به در تجانس در آوا آن رو داره هی. اول میده تمام تمام در رسه بله دارم تمام. چون سامت هایی که در تلفظ با لرزه تار آواها همراه هستند بله چونکه سامت هایی یعنی اف حرف سامتن به دنگن که در تلفظ خودا با لرزه تار آواها همراه هستند به اوجی از اونا مگو اوی سامت گره به لرزه اوان تیلا را در نین انا اوجی بیرا تمامی تمامی حروف تمامی حروف به لرزه در تین به حرف به لرزه در نین به لرزه تین هستند سیستر سیستر صامت های دیگر تلفظ می شود یعنی صامت مثلا صامت هایی که در تلفظ با لرزه تار او ها همراه هستن یعنی با لرزه تار او ها یعنی همراه اند به اوانا هنگی سیستر جو صامت دنی تلفظ بوان تیکر یعنی او پروسا وقا بجا حرف رخوتی یعنی حرف شدتی یعنی تشکیب بنزری بیا گاهی صامت های آوائی اوی نرم را ملی نرم نرم ملی دوی و صامت های بی آوا راجی سه دوره نیست میخانه یعنی جه یعنی رخ و شدتی یعنی رخ و شدتی عین است ویدن انشاءالله ملی اصابکم الله خیلی کسیرا نفعکم الله